سرخط خبرها، اعزام دهانی روی نظامی آمریکا به جنگ اوکراین. شلیک عمدی به غیر نظامیان توسط ارتش اسرائیل. حملات سنگین سوریه به داعش. توییت تحریک‌آمیز پومپئو درباره تایوان. و ورود جنگنده‌های ارتش چین به تایوان. مشروع اخبار. اعزام دهانی روی نظامی آمریکا به جنگ اوکراین. ارتش آمریکا در بیانیه‌ای از اعزام حدود 260 سرباز از پایگاه ایالت کنتاکی این کشور به اروپا در پاییز امسال برای حضور در جنگ اوکراین خبر داد. به گزارش اسپوتنیک در بیانیه روابط عمومی ارتش آمریکا آمده است. این تغییر در آرایش نظامی نیروهای این کشور در اروپا دائمی نیست و تنها به دلیل تحولات در اوکراین و درگیری‌ها میان این کشور و روسیه انجام می‌شود. ارتش آمریکا مدعی شده است که این اقدام در راستای تعهد بسیار بالایی که ایالات متحده به متحدانش در اروپا و ناتو دارد صورت می‌گیرد. شلیک عمدی به غیر نظامیان توسط ارتش اسرائیل. به گزارش اینا، مجله 972 در گزارشی به نقل از مقامات سابق ارتش رژیم صهیونیستی نوشت، نظامیان سابق عضو وزارت دفاع اعلام کردند که با وجود اطلاع از احتمال کشته شدن غیر نظامیان، ارتش اجازه دارد تا غزه را بمباران کند. این نشریه چپگرا در سرزمین‌های اشغالی با اشاره به کشته شدن 48 فلسطینی از جمله 16 کودک در حمله اخیر به غزه نوشت، اسرائیل مدعی شده 24 نظامی عضو جهاد اسلامی و 11 غیر نظامی را کشته شده است. حملات سنگین سوریه به داعش. گروه رسانه‌ای وابسته به ارتش عراق خلیل الاعلام الامنی اعلام کرد سران نظامی عراق 50 تروریست داعشی را که در سوریه بازداشت شده بودند تحویل گرفتند. در بیانیه الاعلام الامنی آمده است با همکاری و هماهنگی مشترک فرماندهی عملیات مشترک 50 نفر از عناصر داعش را که تابعیت عراقی داشتند و در خاک سوریه بازداشت شده بودند تحویل گرفت. از سوی دیگر یک منبع امنیتی عالی رتبه در استان الانبار گفت که نهادهای ناظر بر اردوگاه الهول در سوریه تحت نظارت آمریکا تعدادی از سرکرده‌ها و عناصر این گروه از ملیت‌های مختلف را به اردوگاه دیگر منتقل کردند. توییت تحریک‌آمیز پومپئو درباره تایوان. وزیر خارجه ترامپ بار دیگر با حمایت از تایوان علیه چین موضع گرفت. به گزارش ایسنا، مای پومپئو وزیر خارجه دولت ترامپ در توییتی نوشت تایوان یک کشور آزاد و مستقل است، متعلق به چین نیست. مدرک می‌خواهید؟ او در ادامه آورده است من در چین ممنوع هستم زیرا جرأت کردم جمهوری خلق چین را به خاطر اقداماتش پاسخگو بدانم. با این حال آزادانه در خاک تایوان قدم زدم و مردم و دولت به گرمی از من استقبال کردند. ورود جنگنده های ارتش چین به تایوان. تایوان اعلام کرد که 10 هواپیمای ارتش چین روز جمعه وارد آسمان این جزیره شدند. گفته شده این هواپیماها شامل 4 فروند SU-3، 4-11J و 2-10J بودند. همچنین ارتش تایوان همزمان سیگنال های رادیویی هشدار دهنده ارسال کرده و سیستم های دفاع هوایی را در حالت آماده باش قرار داد. نیروهای مسلح چین از حدود 10 روز پیش مانورهای نظامی مهمی را با شلیک موشک در 6 منطقه دریایی در اطراف تایوان آغاز کردند. این رزمایش یک روز پس از پایان سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان آغاز شد که پکن آن را محکوم کرد.